سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشسته اید، سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم. پس از سفری کوتاه به لس آنجلس، از این شماره باز از واشنگتن با شما عزیزان خواهم. در این شماره از تفسیر خبر میپردازیم به آخرین رویدادها در عرصه داخلی ایران و آنچه که در عرصه منطقه‌ای و بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران میگذرد. به ویژه پی میگیریم اخبار و پیامدهای اسیدپاشی به روی بانوان و زنان ایرانی در شهرستان در اصفهان و دیگر شهرهای ایران، آنچه که مردم ایران در واکنش به این اقدام گزمه‌های ولایت فقیه نشان دادند و آنچه که در سازمان ملل متحد در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران می‌گذرد. در نیمه نخست برنامه، در نیمه نخست تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا، خانم شهران تبری از لندن با من و شما هستند، روزنامه نگار و مشاور ارشد مؤسسه لگاتوم در لندن پایتخت انگلستان. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. شهران عزیز سلام به شما در لندن. سلام به شما و بینندگانتون. شهران عزیز، ببینید، پیامدهای اسیدپاشی به روی بانوان و دختران ایرانی در اصفهان بسیار گسترده و زیاد بوده. پنهان نیست که هرچند مسئولان جمهوری اسلامی سعی میکنند پنهان کنند این افراد رو، اما کار بنابر اسناد بسیار و گفته های مسئولان جمهوری اسلامی، سر نخ این اقدامات به آمران معروف و ناهیان از منکر میرسه در ولایت فقیه. در انگلستان و در عرصه جهانی چه پیامدهایی به طور خلاصه به ما شما خواهید گفت که داشت؟ به طور کلی خوب روزنامه ها راجع به این موضوع نوشتن در اینجا و محکوم کردند این عمل رو و اون رو نتیجه سیاست های زن ستیز در جمهوری اسلامی دونستند. البته جمهوری اسلامی این موضوع رو انکار میکنه و میگه که این موضوع ربطی به امر به معروف و نهی از منکر نداره. به گمان من یکی از مسائلی که امروزه خیلی تأثیر میذاره روی رفتار جمهوری اسلامی و نگرانی جمهوری اسلامی از این هست که با دولت اسلامی، یا اون که در ایران بهش میگن داعش، مخفف دولت اسلامی عراق و شاماته، همخوانی بشه، هم یکی بشه. و در همین تظاهراتی که در ایران رخ داده هم عده‌ای ملامت کردند این عمل رو و اون رو نتیجه رفتار داعشی های ایران خوندند، یعنی حکومت اسلامی، کسایی که مثل اونها فکر میکنند در جمهوری اسلامی ایران. برای همین هستش که جمهوری اسلامی از این موضوع نگران هستش و سعی میکنه به جامعه جهانی بگه که این ربطی به ما نداره و این یه عمل غیر سازمان یافته از طرف افراد سرخودی بوده و به همدیگه هم ربطی ندارن. ولی مسئله ای که اینجا مهم هست اینه که یک، اینکه جمهوری اسلامی به خبرنگارها، چه در خبرنگارهای ایرانی البته چه خبرنگارهای خارجی که نمیتونه مانع بشه، گفته که راجع به این موضوع حق ندارن گزارش بدن. صرف این موضوع که میخواد یک خبری رو پنهان بکنه و اجازه نمیده راجع به اون صحبت بشه، این مثلا این سوال رو پیش میاره که چرا؟ اگر این موضوع
سر نخش به جمهوری اسلامی یا کسانی در جمهوری اسلامی. من اینو تاکید بکنم که من معتقدم، به شدت معتقدم که در جمهوری اسلامی کسانی، نیروهای متفاوتی وجود دارن و من به اینجا فکر نمی کنم مثلا این موضوع ربطی به دولت آقای روحانی داشته باشه، ولی کسانی هستند در جمهوری اسلامی که چنین رفتاری رو دامن میزنن، اگر نگیم که در دست اونها بوده. حالا برای اینکه شاهد نداریم و من نمیخوام کسی رو بدون مدرک متهم کرده باشم، ولی مسئله این استش که چنین رفتارهایی نتیجه سیاستهای زن ستیزانه در ایران هست. وقتی به زنها، به چادر زن، وقتی در چند وقت پیش در تابستان گفته بودن که 4000 نفر رو میخوان بفرستن که جلوی بدحجابی رو بگیرن، خب وقتی این صحبت ها میشه، وقتی تعداد زنهایی که در مراتب اجتماعی هستن، در مشاغل اجتماعی هستن، بسیار جلوشون گرفته میشه، اینها همه باعث میشه که کسانی که ضد زن هستن جری بشن و شجاع بشن برای اینکه اعمال ضد زن رو تشویق کنن. و دولت تا زمانی که عاملان این رو دستگیر نکرده و اطلاعات راجبه به این رو خودش منتشر نکنه در رسانه ها، دامن میزنه به اینکه شایعات در این مورد افزایش پیدا بکنه و مردم بدبینیشون بیشتر بشه. خب ببینید، فقط دامن نمیزنه بلکه علاوه بر اون، آیا دولت حسن روحانی مسئول هست در برابر چنین مسائلی یا نه؟ صد درصد آقای دولت، آقای روحانی 100% مسئوله، پاسخگو هستش به اون چی که در جامعه ایران میگذره. ولی ما میدونیم که در جامعه ایران همیشه این تفاوت بین دولت و رهبری وجود داشته. رهبری الان مجبور شده بعد از 8 سال احمدی نژاد که مردم به سطوح اومده بودن کسی رو بیاره تایید بکنه برای ریاست جمهوری، که قدر این آتش نارضایتی مردم به اصطلاح کمتر بشه، فروکش بکنه. و آقای روحانی حرفهای بسیار خوبی میزنن، ولی خب از حرف تا عمل تفاوت زیادی هستش. حالا باید گفتش که آقای روحانی توانایی اینو دارن که این حرفها رو به عمل تبدیل کنن. اگر نتونن این حرفها رو به عمل تبدیل کنن، خب رفته رفته اعتماد مردم به ایشون سلب میشه. و بعد عملا الان در مراحلی هست که دولت آقای روحانی، به هر حال این یک بحث دیگه است که آیا دولت روحانی تونسته تا به حال به وعده هایی که داده عمل کنه یا نه. به هر حال خود شخص حسن روحانی سالها رئیس شورای عالی امنیت ملی عملا مردم ایران، نه جمهوری اسلامی بوده، ولایت فقیه بوده. آقای حسن روحانی در کابینه خودش یکی از مسئولان کشتارهای بسیار گسترده در ایران رو داشته، آقای پور محمدی وزیر دادگستری حسن روحانی و بسیاری دیگه از کسانی که در دولت خودش انتخاب کرده. حسن روحانی از کسانی بودن که طی 30 چند سال گذشته در آدم کشی هایی که در ایران انجام شده نقش مستقیم داشته و آقای حسن روحانی بارها و بارها به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی مهر تأیید بر قتل ها و کشتارهایی که در ایران انجام شده گذاشته و در جریان اسید پاشی نیز متاسفانه از ایشون هیچ واکنشی که به سود مردم باشه دیده نشده، چون پلیس، نیروی انتظامی، از شخص حسن روحانی تا نیروی انتظامی دولت اون و بقیه گزمه های دولتی نانخور و حقوق بگیر مردم ایران هستند. هیچ اقدام گسترده از طرف ایشون نشده. آقای چلنگی، این سابقه ای که فرمودید همه ازش مطلع هستیم و میدونیم که چنین سوابقی وجود داشته، ولی در طی این 35 سال از این به این موضوع هم واقف هستیم که کسانی در درون جمهوری اسلامی هستند که خواهان یک حکومت و یک نظام مردم پسندتری هستن. حالا حرفایی که آقای روحانی زدن حرفایی بسیار خوبیه، ما نمیتونیم با این حرفا مخالفت بکنیم صرفا به این دلیل که در گذشته چه گفت چه گذشته، و اینکه آدم ها به هر حال میتونن تغییر بکنن. من میخوام بگم که ما میتونیم به این اصطلاح به اصطلاح منفعت تردید
بله، این بحث اشاره بکنید برنامه خبری، امیدوارم روزی بخوایم الان وارد این بحث بشیم. میفهمم، من معتقدم که آقای روحانی مسئول هستند و پاسخگو هستند و باید دولت آقای روحانی، نه خود ایشون صرفا، تنها دولت آقای روحانی، وزیر کشور، کسانی که ایشون بر سر کار آوردن مسئول هستن که این موضوع رو روشن بکنن. و اینکه الان آریا جعفری خبرنگار ایسنا که عکس این تظاهراتی گرفته و 4 خبرنگار دیگه ایسنا دستگیر شدن، اینا باید آزاد بشن. اینا برای چی اینا دستگیر شدن؟ اینا کاری نکردن، اینا وظیفه خبرنگاریشون رو انجام دادن و باید گفته بشه. آقای روحانی باید بیان در رسانه ها و بگن که این عمل جلوگیری از پخش اطلاعات کار غلطیه. روزنامه‌نگاران بدون مرز هم از این موضوع انتقاد کردن و از وضعیت خبرنگارا در ایران انتقاد کردن در پی همین مسئله اسید پاشی. زنهای ایران از اون طرف شجاعت بسیاری به خرج دادن. اونها به تب نگران هستن و خواهان امنیت خودشون در خیابانهای ایران هستن. حالا میخواد که کسی اینو دستور داده باشه یا نداده باشه، اگر یک جنایتکار این کار کرده باید اون جنایتکار گرفته بشه، دستگیر بشه، باید پیگیری بشه. چرا پلیس این پیگیری رو نمیکنه؟ من با تمام این حرفا موافق هستم، ولی فکر میکنم در شرایط کنونی مثلا این مسئله که ما بگیم که صرفاً تصمیم بگیریم قبل از اینکه چیزی قانونا اثبات شده باشه، به نظر من کمک نمیکنه. ما بهتر اینی که خواهان برقراری قانونی، پیگیری قانونی این مسئله بشیم. پیگیری قانونی این مسئله مهمترین موضوعه و آزادی زنها در اینکه تظاهرات کنن، بیان بیرون، بیان بگن که با این عمل مخالف هستند و نباید به اسم اسلام هیچ گونه عملی از این دست انجام بگیره. ببینید، ما نمیخوایم بپردازیم به بحث‌های مربوط به کارنامه دولت آقای روحانی، چون وقت ما کم هست و موضوعات بسیار زیاد هست. این که انسان‌ها تغییر میکنن تردیدی نیست، اما سمت‌ها و مقاماتی هست که انسان‌ها را در اونجا نمیگذارن تا تغییر بکنن. یعنی در هیچ جامعه‌ای به هیتلر دوباره وقت داده نمیشه به امید اینکه زمانی تغییر میکنه. در هیچ جامعه‌ای، در انگلستان اگر کسی خطای سیاسی مرتکب شد، این بخت که دوباره به اون شانسی داده بشن به امید اینکه دوباره تغییر بکنه کمتر وجود داره. تمام این و اگر اجازه بفرمایید خانم توری، اگر بنابر صحبت و حرف باشه و حرفای زیبا باشه، هیچ کس در جمهوری اسلامی بهتر و وسیع‌تر و مؤثرتر از آیت الله خمینی سخن نگفت. آنچه که مورد قضاوت است در عمل هست. برای یک دولت در همه جای دنیا بیش از یک سال فرصت کافی است دیده بشه دولت به وعده‌هاش عمل میکنه یا خیر. در همه جای دنیا، در تمام دموکراسی ها ماکسیموم یک سال هست. اما آنچه که مربوط به دولت روحانی هست، امیدواریم در برنامه های دیگه کارنامه‌شو بتونیم مورد بررسی قرار بدیم. بله، در جمهوری اسلامی، در همه جای دنیا انسان‌ها در مقام فردیت ممکنه تغییر بکنن، اما در مقام‌ها و سمت‌های دولتی بالای اون بحث دیگه است. به طور کلی بودن کسانی که در جمهوری اسلامی در حکومت برآمده از انقلاب، در شرایط پس از انقلاب پونز به پیشانی مردم فرو می‌کردند، دختران و زنان ایرانی، از سرانجام تغییراتی کردند و اکنون از کار پوپر و هابرماس هم سخن میگن. این حرفها و این سخنان نیست که امیدواریم در برنامه های دیگه راجع به اون صحبت بکنیم. کسانی بودن مأمور شکنجه بودن، در آدم کشی ها دست داشتن و امروز سخنان دیگه ای میگن، اما در سمت های دولتی نیستن. به هر حال این موضوع رو امیدواریم بهش بپردازیم در برنامه های دیگه. اما نکته این هست که آقای احمد شهید در سازمان ملل متحد قرار هست گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران رو مطرح کنه. بله، در این زمینه. بله، فردا 31 اکتبر قراره که ایران در مورد وضعیت حقوق بشر در سازمان ملل گزارش بده و آقای احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گفتن که وضعیت حقوق بشر از زمان روی کار آمدن آقای روحانی بدتر شده. در 6 ماه اول سال مسیحی جاری فقط 400 نفر اعدام شدند. وضعیت زنا بهتر نشده. از این 400 نفری که اعدام شدند، 8 نفرشون زیر 18 سال بودند.
حالا جالبیش در اینه که آقای علی اکبر ولایتی، همون کسایی که میگم در ایران نیروهای تندرو هستند و شاید بشه گفتی مثل دولت اسلامی فکر میکنن، آقای علی اکبر ولایتی در پاسخ به آقای گزارش آقای احمد شهید گفتن که حقوق بشر در ایران اسلامیه. و این حرف به نظر من پشت میلیون ها کسانی رو که به اسلام اعتقاد دارن میلرزونه. چطور ممکنه اون چه عدالت اسلامی هستش که به صورت زنها اسید پاشیده شده و جلوی انتشار خبرش رو میخوان بگیرن؟ این چه عدالت اجتماعی هست که 400 نفر رو در 6 ماه اعدام شدن؟ آخه این چطوری ممکنه؟ عدالت اسلامی نمیتونه اینطور باشه به نظر من. این توهین به مردمی که به دینشون اعتقاد دارن. بنابراین من هیچ گونه مماشاتی با اینجور عقاید در ایران ندارم به هیچ عنوان، و معتقد هستم که وضع حقوق بشر در ایران بسیار وخیم. چرا خانم اعتباری؟ ببینید، شما اعتقاد ندارید، ولی چرا اگر مخالفتی هست چرا صدای بلندی از طرف به قول معروف علمای اسلامی، روحانیون غیر دولتی نه در ایران نه در جای دیگه بلند نمیشه؟ بله. از این آقای سیستانی گرفته، اجازه از آقای سیستانی در عراق گرفته تا همون در ایران. خب آقای سیستانی آقای بروجردی کسی که در زندانه، چرا صحبتی نیست؟ خب اونایی که در ایران هستن محظورات امنیتی دارن، به تبع نمیخوان لابد برن در زندان، نمیخوان نمیدونم زندگیشون خانوادهشون در خطر بیفته، ولی اونایی که در خارج لابد این شجاعتایش کسانی هستن، حتما کسانی هستن که به این مسائل اعتراض دارن، ولی تا چه حد این اعتراض منتشر میشه در رسانه ها من اون رو نمیتونم ضامنش نیستم. ولی به هر حال در خارج از ایران، در همین خود بریتانیا، بسیاری از روحانیون مذهبی اعمال دولت اسلامی رو محکوم میکنن، میگن این اسلام نیست، این روش اسلامی نیستش، اسلام به چنین روشی صحه نمیگذاره. اینها اتفاق میفته. ولی شما درست میگید، منم معتقد هستم که اگر واقعا رهبران اسلامی جهان در تمام دنیا از ایران میخواستن و از خودشون هم میخواستن که اعمال این چنینی رو محکوم کنن، تأثیر بیشتری میگذاشت. ولی هنوز به این آگاهی و به این درجه از جسارت یا نمیدونم شجاعت دست نیافتن لابد، یا اینکه فکر میکنن که اگر چنین کاری بکنن اسلام به طور کلی به خطر میفته. ولی من معتقدم که اسلام اسلامی بزرگترین ضرر رو به دین اسلام میزنه و به مردم متدین میزنه، و جدایی دین از مذهب اصل حفظ دین مردم هستش. این رو من بهش اعتقاد دارم. یعنی ولی دین از حکومت منظور شما؟ دین از حکومت باید جدا، ببخشید من گفتم دین از مذهب، دین از حکومت باید جدا بشه. جدایی دین از حکومت اصل حفظ صیانت دین هستش، و این تداخل دولت و سیاست، حکومت و سیاست، دولت اسلامی، جمهوری اسلامی و اینجور مسئله. در پاکستان هم همینطور، در پاکستان هم سیاست های ضد زن، اسید پاشی روی زنها فراوون انجام میگیره. در عربستان سعودی که دیگه وحشتناکه پرونده حقوق بشرشون. نه خیلی، به اجازه بفرمایید، نه مدافع عربستان هم، نه اجازه خانم تولد اجازه بفرمایید، نه در مدافع پاکستان و هندوستان، هر جا اینا مثلا نیست، ولی در هیچ کدوم از این کشورهایی که اسپوردید در جنوب خلیج فارس از عربستان و کویت و در این سو شرق ایران پاکستان، چون این اتفاقاتی اون هم به طور گسترده، اون هم به طور از نظر تعداد و از نظر زمان بار اولی نیست به روی زنان ایرانی اسید میپاشن. بله درسته. شما در هیچ کدوم از کشورهای عرب جنوب خلیج فارس چون این خبری هیچ وقت نبوده، دست کم در دوران معاصر، که اسید به روی زنان پاشیده بشه، اون هم طی این همه سال، زنان رو در خیابون زیر مشت و لگد بگیرن، گلوله، این هم در عرض 30 چند سال. من قصدم این نیست، نمیگم اثبات شی نفی معاده میکنه، ابدا معتقد نیستم که اگه در یه جای دیگه این اتفاق میفته پس خب در ایران هم میفته، اصلا به هیچ عنوان، در هر جا که میفته محکومه. و من دارم میگم که تداخل اسلام، دین و سیاست به ضرر دینه،
دارم این حرف رو میزنم، میگم هر جا مثل مثلا عربستان پاکستان، میگم اونجاهایی که دین در سیاست دخالت میکنه، برای اینکه پاکستان هم دولت اسلامیه، عربستان هم دولت اسلامیه، این در این کشورها دین ضایع شده. در کشورها مردم از دین وقتی آگاه میشن، وقتی سواد پیدا میکنن، وقتی از جهل بیرون میان، از دینشون مایوس میشن. و در ایران همین اتفاق افتاده به طرز بسیار وسیع. بس میلیون ها نفری که به دین اسلام اعتقاد داشتن الان اون اعتقادشون رو از دست دادن، و این یه فاجعه است، برای اینکه مردم احتیاج دارن به اینکه به یک نظام اخلاقی معتقد باشن. مردم اخلاقشون رو با این دین خیلی از دست دادن. البته بسیار کسانی که تحصیل کردن باسواد هستن اخلاقشون رو با این مسئله از دست نمیدن و ندادن. من نمیخوام اینا رو مثال بزنم، میگم در بعضی موارد این اتفاق میفته. من غرضم از این صحبت این هستش که من اعتقاد دارم در ایران حقوق بشر به شدت نقض میشه. آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصادی نشون میده که در 10 سال گذشته فرضاً شکاف جنسیتی بین مرد و زن در جهان بسیار کم شده، در 105 کشور کم شده، در 6 کشور اضافه شده که ایران یکی از اون کشورهاست. شکاف جنسیتی بین زن و مرد، چرا این اتفاق میفته؟ ایران کشوری هستش که دومین کشور در جهان بود که وزیر زنان داشت. خانم مهناز افخمی دومین وزیر زن در جهان بود. ایران یک چنین سابقه ای داره. 70 سال ایران آزادی زنان درش بود. ببخشید، دومین کشور در جهان که وزیر زن داشت؟ بله بله، وقتی خانم افخمی وزیر زن شد در ایران. بله بله، در پیش از انقلاب رو میفرمایید. پیش از انقلاب رو میگم، بله. بنابراین ایران یک سابقه درخشانی در برابری حقوق زن داره. البته برابری کامل نبوده، ولی هر هیچ جای دیگه هم نبوده، ولی اون برابری باعث شده که زنان ایران از احقاق حقوق خودشون هرگز صرف نظر نکنن. و اسلام که یعنی گفتمان اسلام دولتی که ضد زن هستش، این جنبش زنها رو به هیچ عنوان نمیتونه سرکوب بکنه. و زنها ممکنه که در ظاهر جلوشون گرفته بشه، ولی در باطن به هیچ عنوان دست نخواهند کشید. کوبه خانم طبری اشاره کردن به پاکستان، در همون پاکستان که به هر حال جمهوری اسلامی پاکستان هست، زمان بی‌نظیر بود، تو نخست وزیر بود، در همون حوالی خانم ایندرویا گاندی بوده، باندرانایکه بوده در سریلانکا و خانم تانسو چیلر در ترکیه. اما در ایران این اولین بار نیست خانم طبری. ببینید، از روز 23 بهمن ماه به این سو که کشتارها بر پشت بام مدرسه علوی آغاز شد بدون هیچ محاکمه ای، کشتار افسران امیران ارتش ایران و دولت مردان همون نظامی که نخستین بانو به کابینه و دولتش راه یافت، دولت پیش از انقلاب، و کسانی بر سر کار آمدن، نظامی بر سر کار آمد که وزیر زن رو در اون کشور، حتی پیکرش رو درگونی کردن، تیرباران کردن. درسته. خانم فرخرو پارسا رو. بله. اما بدون استثنا تمام احزاب و گروه های سیاسی شریک در انقلاب تایید کردن اون اعدام ها رو. درسته. و کشتارهای پیامده رو. کسی جز آیت الله خمینی نبود که با صدای بلند گفت ما حقوق بشر رو قبول نداریم. حقوق بشر ما اسلامی است. و تا به امروز این حرف از گلو و از زبان آقای ولایتی مشاور ارشد آقای خامنه ای در بیاد، مشاور ارشد در امور خارجی آقای خامنه ای. 5 سال چنین حرفی زده شده، حرف پنهانی نیست. تمام رهبران جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی، هم از خامنه ای و هم از آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری، تمام اونها چنین حرفی رو زدن. نه. به نحوی همین آقای این بابا آقای حسن روحانی، این حرف پنهانی نیست. اشکالش در کجاست؟ جمهوری اسلامی برقرار شده، رأی دادن، آمدن، گفتن ما حقوق اسلامی خودمونو داریم. از جمله این حقوق هم این هستش که مسلمان حق امر به معروف داره به طریقی که خودش انتخاب میکنه. اشکال شما بفرمایید کجاست؟ حرف پنهانی هم نزدن. اشکال من به چی؟ من متوجه سوالتون نیستم. که من کاملا موافقم که در جمهوری اسلامی به طور نهادی و به طور بنیادی سیاست‌هاش سیاست‌های ضد زن هستش، زن ستیز هستش.
گفتمانش گفتمان زنستیز هستش. من در این مورد کوچکترین تردیدی نشون ندادم. من حرفی که میزنم این هست که در درون این نظام کسانی هستند که میخوان شرایط رو برای مردمی که نه من و شما که در بیرون نشستیم، مردمی که در داخل ایران نشستن و زندگی براشون بسیار تنگ بوده در 8 سال دولت احمدی نژاد، میخوان یک کمی این تنگی رو ازش کم. حالا این که آیا کسی از میخواد نمیخواد میتونه به هیچ شما توجیه به اصطلاح رفتار جمهوری اسلامی به طور کلی، نه حالا این دولت یا اون دولت، تو رفت جمهوری اسلامی یک من بذارید نظرم رو بگم، جمهوری اسلامی یک نهادی هستش که این نهاد جمهوری اسلامی همونطور که گفتم به دلیل امتزاج دین و سیاست، این ضد دین هست و اساساً ببینید شما آخه یه چیزی دوباره میفرمایید، میخوام توری اساساً در نهادی که دین، من میخوام بگم این حکومت حکومت توتالیتری هست، حکومتی هستش که با آزادی مخالفه، با برابری. اینو بسیاری میدونن. ببینید شما حرف من اینه، آیا در این حرف در خودش، من وارد این بحث نمیخوایم بشیم، حرف من دیگریست. ببینید آیا در حکومتی به گفته خود شما دین و سیاست در هم آمیخته، اساسشو دین و سیاست ساختن در امتزاج با هم، شما نه اینکه حسن روحانی که مستقیم و غیر مستقیم در تمام جنایاتی که انجام شده به هر حال سهیم هست به عنوان همه اینا، نه ایشون، افلاطون رو هم بیارید و اساس یک حکومتی همین آقای احمد شهید رو بذارید در حکومتی که اساسش دین و سیاست در هم هست و مجلسی هم پدوش باشه که اکثرا معتقد بینه و تمام ارکانش بر این هست، آیا میتونه کاری بکنه جز همین کارهایی که توی 35 ساله شده؟ شما آخه این که چند نفر هستن در یک حکومت که دلشون میخواد کاری برای مردم بکنن، در هر حکومتی ممکن، من فکر میکنم بسیاری از دیکتاتورهای جهان معتقد هستن دلشون میخواد برای مردم کاری بکنن به طریقه خودشون، اونام انتیفکت. درسته آقای چلنگی، من در مورد اینکه نظام ایران یک نظام دموکراتیکی نیست، در مورد اینکه نظام ایران یک نظام توتالیتره، یک نظام استبدادیه، رهبر نشسته اونجا و تمام نظام‌های انتخابی رو روش خط بطلان میکشه، من در این مورد اصلا تردیدی ندارم و حرفی ندارم بزنم. منتها فقط یک نکته رو میخوام بگم. یک نکته این هستش که اون چیزی که در خارج از ایران اتفاق میفته، اون چیزی که ببینید از روز اول انقلاب یک حرفی به قول معروف ورد زبون کسانی بوده که مخالف حکومت بودن، اینا تعدادشون خیلی کم بود در 35 سال پیش، الان تعدادشون به روایات بسیاری 80% جامعه ایرانی. این حرفی که ورد زبون مردم بوده اینه که اما هیچ آلترناتیو دیگه ای رو نمیبینیم. ببینید مسئله این استش که هیچ کس تا حالا نیومده آلترناتیو بهتری رو، آلترناتیوی رو که مردم بتونن اعتماد کنن و بر اساس اون برن جونشون رو از دست بدن، ارائه نکرده. برابر این خیلی وقتا مردم فکر میکنن، من دارم حرف مردم ایران میزنم، مردم فکر میکنن که شاید یک تغییری که شاید، اجازه بدید من حرفم تموم کنم. من میگم مردم ایران کمونیسم، نظام کمونیستی بعد از 70 سال که هیچ کس فکر نمیکرد بتونه از داخل فرو بپاشه، فرو پاشید با آمدن گورباچوف و تغییراتی که انجام شد. برابر این تنها امیدی که مردم دارن این هست که از داخل یک تغییراتی پیش بیاد که این تغییرات بتونه حکومت ایران رو رفته رفته درجه به درجه قابل تحمل تر بکنه برای مردم ایران. من دارم این صحبت رو میکنم، به هیچ عنوان نمیگم که این حکومت نه دموکراتیک نه قابل قبول. ببینید خانم طبری، بحث من این نیستش که اولا اینکه مردم چه میگوین چه نمیگوین، این نه من نه شما نه کس دیگه ای تا در یه شرایط آزادی، مردم از طریق وجود احزاب هست که حرفاشون زده میشه، یه درصد اینو میگن یه درصد اونو میگن یه درصد چیز دیگه، نمیشه هیچ کسی و هیچ فردی نمیتونه به نمایندگی از همه مردم بگه چه میخوان چه نمیخوان. این بحثی طولانی، اما نکته این هست، حرف من این هست، حالا خارج چه میگوین داخل چه میگوین بحث دیگری است، حل سوال من این هستش که تا زمانی که دین و حکومت در همدیگه هستن، حرف من این هست، آیا میشه
کسی رو در این سیستم وقتی بناش این هست، کاری غیر از همین کارهایی که تو این 35 ساله هست انجام شده انجام داد؟ یعنی یا نه این روال ادامه داره و دیگه فکر میکنم بله ممکنه بهتر بشه، یه دیگه میگن نه بدتر بشه، یه دیگه میگن فلان، ولی این روال ادامه داره. شما ببینید 35 سال انواع و اقسام آدم ها اومده رفته، اما علیه زنان همیشه همین مشکل بوده از 23 بهمن تا امروز. نه، من معتقدم که تا وقتی که اسلام و سیاست با هم هستش قوانین ضد زن باقی میمونه. من تردیدی در این ندارم. اون چه که من بهش معتقد هستم این است که تغییری اگر بخواد انجام بگیره در وضعیت ایران، این تغییر باید از درون ایران انجام بگیره، چون هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره. شما این خب... بحث دیگه است. بله. این بحث دیگه. من اصلا بحث من این نیستش تغییر چطوری انجام بشه. درست. بحث ما اینه که راحت باید به حرفی که مردم به گفته ها، این نیست که ما نمیدونیم در ایران چی میگذره، این نیست که ما نمیدونیم مردم در ایران چی میگن. خود شما، بنده و بسیاری از آشناها و دوستان دیگه، کسانی رو در ایران میشناسیم، اقوام داریم، دوستان داریم، از ایران میان سفر میکنن، میان میرن. مثل دولت کمونیستی نیستش که سفر هم ممنوع باشه. در درجه ما از عقاید مردم مطلع هستیم. من میدونم که کسانی که خیلی خیلی مثل من فکر میکنن، مثل شما فکر میکنن، میگن که صبر کنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. شاید بتونه دولت روحانی یک درهای کوچیکی رو باز کنه که برای ما که در ایران زندگی میکنیم و داریم خفه میشیم، اقلا یه دریچه ای از تنفس باقی بمونه. ولی این به هیچ وجه راه حل نیست. من میگم این دریچه های تنفس ممکنه هیچ کس هم نمیتونست بگه به طور قطعی این اتفاق میفته، ولی این دریچه های تنفس میتونه که کم کم یک منافذ ایجاد کنه که این منافذ تبدیل به تغییر اساسی تری بشه. این حرف من هستش. بله، البته بحث ما این نیستش که این حکومت تغییر کنه، چطور تغییر کنه، یا چه بشه چه نشه، این یه بحث دیگه است. من تو این دریچه های تنفس شما ما داریم راجع به مسائل روز اصلا صحبت میکنیم، اخبار روز. بله، من میگم داریم راجع به مسائل روز و اخبار روز صحبت میکنیم و در مورد مسئله اسید پاشی کاملا همعقیده هستیم که اسید پاشی یک نتیجه، حتی اگر مسئله امر به معروف نهی از منکر به طور مستقیم نپاشه، نتیجه این گفتمانه، نتیجه گفتمان زن ستیزه در جمهوری اسلامی. این حرف آخر من هستش. اون به این درچه هایی که شما اشاره کردین، خانم طبری اشاره کرد، در دولت آقای حسن روحانی باز شد. جلوه های این درچه همین اسید پاشی هست و بیمسئولیتی دولت، هیچ اقدام روشن و قاطع و پیشگیرنده ای در برابر چنین نشد. در دولت حسن روحانی، در حکومت فقیه که دولت حسن روحانی نیز بخشی از اون هست، کسی که پای یک مطلب در فیسبوکی کامنت گذاشت در ورامین، در عرض کمتر از 24 ساعت شناسایی بازداشت شد، اما از اسید پاشان خبری نیست. دریچه های باز شده در دولت حسن روحانی، افزایش تعداد بی سابقه اعدام ها بوده. دریچه باز شده در دولت حسن روحانی افزایش تورم بوده که زیر ارقام بی اساسی که سخنگوی اقتصادی این دولت اعلام کرده و مورد اعتراض جناح کارشناسان دیگر جمهوری اسلامی قرار گرفته پنهان کردن و دریچه های دیگه. امیدواریم این بحث و این سخن رو در برنامه های دیگه با خانم طبری ادامه بدیم در مورد اینکه زنان ایران چرا هدف تلاش و هدف حکومت جمهوری اسلامی بودن از 23 بهمن ماه 1357 تا به امروز. درسته. از اعدام وزیران زن تا پاشیدن اسید به روی زنان در اصفهان، از کشتار زنان در کوچه و خیابان مورد تحقیر قرار دادن تا زندانی ساختن آنان امثال کسانی چون نسرین ستوده، دختر ایران مهدیه گررو و بقیه. سپاسگزار هستیم خانم طبری گرامی. در همچنین از شما بسیار متشکرم. مرسی از این فرصتی که برای صحبت در مورد این موضوع ایجاد کردیم. همیشه خوشحال خواهیم بود که با ما و بینندگان ما باشید. متشکرم. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظاتی دیگر.
میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا با من و شما هستند، بانوی ایرانی، سرکار خانم محبوبه حسین‌پور، خواهر دانشمند اتمی ایران، دانشمند ایران دکتر اردشیر حسین‌پور که کشته شد، ترور شد، به قتل رسید. جمهوری اسلامی، حکومت فقیه، پرده ای از دروغ بر قتل دکتر اردشیر حسین‌پور افکند، چون روال همیشه متهم ساخت بیگانگان رو، خارجیان رو به این قتل، اما هرگز اجازه نداد تحقیقات لازم برای پیگیری و روشن شدن اینکه چه کسانی دکتر اردشیر حسین‌پور را به قتل رساندند انجام شود. با من و شما هستند سرکار خانم محبوبه حسین‌پور، خواهر دکتر اردشیر حسین‌پور. به اتفاق شما عزیزان بینندگان به خانم حسین‌پور سلام میگوییم و خوش آمد. ما سلام به شما. درود حضور شما جناب چارنگی و همه هموطنان، همزبانان در داخل و خارج از مرزهای کشور اشغالی. خانم حسین‌پور، شما مثل هزاران مادر، خواهر ایرانی، هزاران بانوی ایرانی عزادار هستید. داغی بر دل شما نشسته، خانواده شما نشسته که بسیاری در ایران، شاید بتونم بگم میلیون ها در ایران درک میکنند، برای اینکه اونها نیز داغدار کسان دور و نزدیک خود هستند. شما به عنوان یک بانوی ایرانی، یک خواهر داغدار، وقتی نگاه میکنید به میهنتون، به گفته خود شما که احساستون اشغال شده هست، و بر زنان ایرانی آنچه که در اصفهان رفت میبینید و در پی آنچه که بر خانواده شما مستولی شد، واقعا چه خواهید گفت؟ چرا این احساسو که احساس این که کشور شما اشغال شده رو دارید؟ جناب چالنگی، این فقط یک احساس نیست، یک منطق هم هست. یعنی یک منطقی هست که احساس رو هم در انسان برمی‌انگیزد. سیستم و حکومتی که قانون اساسی اون، نه همین قانون واپسگرا و ناقص فعلی، که قانون اساسیش بهارالانوار ملا محمد باقر وارداتی عقب افتاده هست و مجریانش اخلاف بی صلاحیت، بی سواد و بیمار همون آدم هستن. اون قانون اساسی رو نوشته داده دست اینا. اینا حالا دارن در ایران قرن 21 در عصر اینترنت و ارتباطات و اوج قله رسانه دارن اجرا میکنن. به عنوان زنی که آغاز یک ششم زندگی هست و تمام این سالیان سائقه شورش 57 رو و عواقب و عوارضش رو از هر نوعی که بفرمایید تحمل کرده و شخصا حضور داشته، با تک تک یافته های وجودش این رنج رو تحمل کرده و در این حال همیشه به صورت فعال، به شکل معترض در هر عرصه‌ای، به عنوان یک نوجوان، بعد به عنوان یک دانشجو، به عنوان یک محصل، به عنوان یک مدرس، به عنوان یک زن، به عنوان یک همسر، به عنوان یک معلم، بروز داده آنچه را که اجحاف می شده بر کل جامعه به عنوان ملت ایران و به طور عام و به طور خاص به عنوان یک زن. خدمتتون عرض کنم که
اصلا برام شگفت انگیز نیست، یعنی غیر منتظره نیست، یعنی هر خباثتی که از این سیستم علیه آزادی و آزادگی سر بزنه اصلا چیزی نیستش که انسان نتونه محاسبه کرده باشه. اما در هر حال سندی هست و یک تاییدی هست برای این واقعیت ضد بشری و خود زن هم بخشی از نیمی از جامعه بشری رو تشکیل میده و این مستمر هست و اساسا جز ذات و ماهیت این رژیم هست. خانم حسین‌پوری گرامی، خیلی ها معتقد بودن و هنوز هم بسیاری هستن که در هر حال فرق میکنه، گو که وزیری داره و وزرایی هم آلوده به فساد و هم آلوده به کشتار، یعنی دستشون در قتل هزاران نفر است مثل پور محمد. آیا حتی امیدی نیست؟ شما چطور میبینید که این دولت در این زمینه کار خلاف مسیر 30 و چند ساله ولایت فقیه بکن؟ جناب چلنگی، دو سه تا به اصطلاح قطع صدا داشتم اما متوجه سوالتون در کل شدم. شما منظورتون به اینکه احتمالاً حضور شیخ حسن روحانی در رأس قوه مجریه بتونه یک ترفیعی و یک تمهیدی برای بهبود وضعیت جامعه ایران باشه. جناب چالنگی، این البته بر شما و بر اکثریت خردمند و خردوز جامعه ایران و جهان پوشیده نیست. حسن روحانی از کجا برآمده؟ پایگاه تفکری ایشون، پایگاه موقعیت های اجتماعی که داشته، آبشخور سیاسی ایشون چه بوده؟ ایشون خودش اومد گفتش که من یک خدمتگزار صدیق ولایت فقیه هستم. مگر غیر از این؟ مگر آقای حسن روحانی خودش جزو کسانی که در حجاب اجباری یکی از افتخاراتش این بوده که من در اون کمیسیون بودم برای این کار کردم؟ مگر این دبیر کمیسیون امنیت ملی زمانی که این جنایت بر برادر من، بر دکتر اردشیر حسین‌پور، صاحب صلاحیت ترین شخصیت علمی در زمینه فیزیک اتمی در ایران، مگر این نبود؟ مگر که این آقا هیچ نوع، حتی اگر تمایلات شخصی داشت، که این اصلا محال ذاتی هست، یعنی اینا یک گروه 1000 نفری تقریبا پولوش 1000 نفر هستن که قدرت رو بین خودشون پاس میدن و یکی میاد جلو، بقیه میرن پشت خاطریز حمایتش میکنن، نوبت عوض میکنن دیگه. حالا نوبت ایشونه که بیاد جلو و وقت بخره و مردم رو سرگرم کنه. اما حتی اگر به فرض محال تأکید میکنه ایشون تمایلات شخصی و فردی هم برای بهبود وضع ایران داشت، اگر دلسوزی شخصی داشت، اساساً چه ابزاری در دستش هست؟ اون مجلسشه، اون قوه قضاییشه، و از همه چیز بدخیمتر و کجدیستر اون وضعیت ولایت فقیه هست در رأس هرم قدرت. در نتیجه هرگز به هیچ قیمتی انتظار هیچ بهبودی، هیچ ترفیعی در ساختار رژیم جمهوری جنایی ولایی اساساً وجود نداره و این فقط یک توهمه برای یک اقلیتی شوربختانه، که خب البته این توهم به هر حال همیشه تحت تاثیر یه سری شوکای اجتماعی اینا برطرف میشه دیگه و این اتفاق خواهد افتاد به زودی. شما اون وقت خانم حسین‌پور وقتی نگاه میکنید الان در از بیرون از ایران نگاه میکنید به اون چی که در اصفهان رخ داد، اسید پاشی به روی زنان و دختران ایرانی، بلنگوهایی در حکومت فقیه، حکومت اسلامی، حکومت دینی ایران اونطور که ولایت فقیه در رأسش هست، میگن که این باز کار خارجی هاست، کار صهیونیست هاست، کار عوامل خارجیست و بقیه حرف ها. شما وقتی نگاه میکنید چه تصویر و تفسیری خواهید داشت
از این رویداد 33 سال 35 سال پس از انقلاب اسلامی همچنان زنان هدف عملیات خشونت‌آمیز گزمه های فقیه. چه تفسیری؟ جناب شورنگی، این ماهیت قبیح وقیح اساسا من نمیدونم چطوریه که از هان 75 میلیون جمعیت رو که حتما خودشم میدونه، ما هم میدونیم، وجدان جهان هم آگاهه، 10% مزدوران بلا واسطه خودشون هستن، این رو ما میدونیم، همه میدونن، شوربختانه این 10% هم که 90% بقیه رو گروگان گرفتن. اما تکلیف 65 میلیون بقیه چی هست؟ آیا انتظار هست که این حرفا رو بپذیرن؟ یعنی این بالاترین توهین به شعور، به ماهیت و به موجودیت یک ملت هست و حتی بالاترین توهین به اصلا کل جامعه بشری. هر اتفاقی که در ایران میفته به دست عوامل و اوباش خودشون، با برنامه‌ریزی های خودشون، با هماهنگی خودشون، با کارگزاری و با هزینه هایی که خودشون پرداخت میکنن در درون این فرقه منحوس و به مقصدشون هم میرسن، بعد مسئولیتش رو به گردن یعنی من فکر میکنم همیشه اگر از روی نقشه جغرافی فرزن امریکا و اسرائیل مثلا نه که محو بشن، فرزن برن به یک کره دیگه، ما که مثل اون جنایت احمدی نژاد نیستیم که بگه محو بشه، نه، منظورم این که مثلا فرزن امریکا و اسرائیل و حالا یکی دو تا کشور غربی دیگه که گاهی به نوک حمله اینا قرار میگیرن، اینا مثلا در یک کره دیگه، یک کره مستقلی به حیات ادامه بدن دیگه، مثلا در یک کره جغرافی زمین نباشه، در جغرافی زمین نباشن، اینا دیگه چی دارن برای گفتن؟ من خیلی حیرت میکنم. یک جایی من همین اخیراً نوشتم یا گفتم که اگر دیدیم که با قباحت تمام این لاریجانی اومد و گفتش که مثل قاتل ندا آقا سلطان که الان داره در انگلیس میگرده و کار دولت، یعنی مزدور دولت خارجی بود، اسید پاشان هم از خارج وارد ایران شدن و حالا گناهش مونده گردن حزب الله مظلوم و بسیج معصوم و شخصی های یعنی طلبکار هم شدن یه مقداری. بله، در واقع اگر که یعنی تکلیف، یعنی همیشه توپ رو میندازن در خارج از زمین خودشون که ملت رو سرگرم کنن. البته این چیزی نیست که مطلقا خریداری داشته باشه، حتی مصرف داخلی برای اون فرودستترین قشر جامعه که متاسفانه درگیر مشکلات و معضلات فرهنگی و اقتصادیه، بیشمار و عدیده و ریشه داری هست که همین رژیم جنایتکار براشون ایجاد کرده، همون بچه های کار، همون خانواده هایی که بچه هاشون میفروشن در بازار تهران، اطراف رباط کریم، شهریاره، اونها که دیگه به هر حال بر همه روشن و واضح هست، اونا هم اولا که اصلا فرصت گوش دادن این چیزا ندارن، اصلا متوجه نیستن، اما هم قبول نمی کنن. در این حال این ماهیت رژیم هست، یعنی این دقیقا خط مش اینا هست که با کمال وقاحت بهش ادامه میدهن، یعنی همون چیزی که از آغاز بوده تا به امروز پس ادامه داره از نظر شما. و بدتر شده جناب چالنگی، بدتر شده از این جهت که معیارهای آزادی خواهی حقوق بشری در جهان پیشرفت کرده، شفافتر شده، اصل اطلاعات، در نتیجه اینها حتی اگر همون مواضع 35 سال قبل خودشون رو حفظ کرده باشن که بدتر و دریده تر و خود و تمامیت خواهتر هم شدن، اما حتی اگر در همون حد ایستاده بودن هم در جهان امروز معنیش اینه که جامعه ایران و ملت ایران به قهقرای حقوق بشر و حقوق مدنی و حقوق انسانی رفته. سرمایه های یک ملت فقط معادن آن کشورها نیست، اون ملت ها نیست، بینندگان ما میدونن، انسان ها هستند و نادر انسان هایی که دانش اونها سرمایه کمیاب. دکتر اردشیر حسین‌پور از نادران روزگار، از گنجینه های ملی کشور و ملتی بود. دکتر اردشیر حسین‌پور
دارای دکترای فیزیک هسته‌ای. به قطع رسید. همونطور که اشاره کردم پیشتر، پرده ای از دروغ بر قتل دکتر حسین پور افکنده شد با انگشت اتهام به سوی کشورهای دیگر. به شما چه گفتند خانم حسین پور گرامی در مورد قتل؟ جناب چارنگی، من در زمان وقوع این فاجعه خارج از کشور بودم و یکی از دلایلی که البته این اتفاق می افتاد، یعنی چون که با اردشیر از زاویه خودشون اتمام حجت کرده بودن و اردشیر سر مواضع خودش ایستاده بود که به هیچ عنوان در پروژه ساخت بمب اتم همکاری نخواهد کرد و با تقلیز، یعنی با تقلیز 20% اورانیوم باز موافقت نخواهد، یعنی مجوزش رو صادر نخواهد کرد، چون اردشیر بالاترین درجه علمی رو در تقلیز اورانیوم داشت و درجه علمی طبعا نه درجه اجرایی. اردشیر هیئت علمی دانشگاه شیراز بود، استخدام آموزش عالی بود، ولی خب به واسطه نبوغش و رشته تحصیلیش و تسلطش طبیعتا این پروژه رو هدایت میکرد، در واقع مدیریت میکرد که به دست اوباش نیفته. من اینجا خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم که اردشیر از زمانی که هنوز فوق لیسانسش رو دفاع نکرده بود، یعنی دانشجوی کارشناسی ارشد بود در رشته فیزیک ماده چگال، از اولین دعوتنامه رو از دانشگاه آکسفورد دعوت دریافت کرد، یعنی هنوز هولوهوش 30 سال بود، 30 سالش بود. بله، و طبیعتا این پروژه شوم اجرا می شد، اما اینکه من خارج از ایران بودم و خود من هم دانشگاهی بودم، در دانشگاه شیراز بودم و از جوانی وارد دانشگاه شده بودم و بیم اون رو داشتن که سازماندهی بین دانشجو صورت بگیره با حضور من، طبیعتا این قیمت منشور وقتانه باعث شد که در همون مقطع زمانی اتفاق افتاد. با من که یارای برابری رویارویی نداشتن، اما مادر من رو در همون شب شوم حادثه صراحتا در انجمن اسلامی، دفتر انجمن اسلامی دانشکده مهندسی شیراز که فردا قرار بوده اولین گرد همایی بزرگداشت دانشجویان در صحن دانشکده مهندسی صورت بگیره، مادر منو شب قبلش تهدید کرده بودن که تو میبایستی که جوانها رو فردا کنترل کنی، وگرنه اون موقع صحبت کرده بودن تو یه عروس نوجوان داری که، یعنی یه عروس جوان داری که عروس ما که دیروز بیوه شده و دختر جوانی داری، یعنی خواهر من، و دو تا دامادم داری، اینا ممکن براشون اتفاقاتی بیفته. بله، به این شکل اولین این حضور بیشرمانی خودشون رو در واقع به مادر من در حالی که تنها توی اتاق گذاشته بودن که کسانی بیان باش ملاقات کنن برای جلسه و مراسم فردا با مادر من مشورت کنن و به اصطلاح نظر او رو اعمال کنن، همون فاصله که تنها بوده از آیفون، نه که کسی هم جرئت نداشته روبرو بشینه این حرفو بزنه و طبعا هم از روبرو که نمیتونستن این حرفو بزنن، از آیفون برای مادر من این حرف پخش میشه و بعدا در طی همون سال اول اطلاعات ما از طریق دو تن از کارشناسان ارشد انرژی اتمی که آدمهای باشرفی بودن و به نوعی خودشون رو به لحاظ علمی و حتی توی زندگی خصوصی به لحاظ مسائل حالا مالی و اینها مدیون اردشیر میدونستن، اطلاعات ما رو کامل کردن و همونها کسانی بودن که راه خروج من رو از ایران به شکل قانونی با پرواز هموار کردن تا من دیگه از ایران خارج بشم و به قصد این پیوستن به مبارزه بیام و به اصطلاح دیگه رد بشم از مرز. سپاسگزار هستیم خانم محبوبه حسین پور، با این امید که در برنامه‌های آینده نیز با من و بینندگان تفسیر خبر باشید با وقتی گسترده تر، و با این امید که روزی ایران قدردان جوانان و سرمایه ها و گنجینه های ملی خودش باشه، مانند دکتر اردشیر حسین پور گرامی، و با امید به روزی که جوانان ایران آینده روشن در برابر خود داشته باشند، و با امید به روزی که هیچ مادر، خواهر، پدر و هیچ کسی در ایران عزادار قتل
و کشتار فرزندان خود نباشه و کسان خود، چنان که در این 35 سال هزاران بودند و هستند. سپاس گزار هستیم. سپاسی دوباره سرکار خانم محبوبه حسین پور گرامی. سپاس از شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوساران زاگرس، زرد کو تفتان، دلهو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.